میزنی میزنی آلمان سیه موسیالا. امروز با هم دیگه اومدیم با پک اوپنینگ جدید از ایونت جدید. خب همون ایونتیه که اول با پیک اوپنینگ شروع کردیم و الان میخوایم پکای اولیشو بزنیم که فقط پکای سیف شده است. شاید هم الان اف سی پوینت زدیم نمیدونم، ولی با داپلیکیدا اگه تعدادش زیاد باشه میخوام آیکون ببندم و اگه بسته شد تو همین ویدیو میزنم. یعنی من همیشه آیکونایی که دارمو میگم نه میخوام نگه دارم واسه یه ویدیو جدا، اینا نه دیگه مسخره بازی بسته آقا. آیکون بستیم تو همین ویدیو میزنیمش و پکایی هم که داریم خداییش پکای خوبی و احتمالاً فودر زیاد بده و میگم اگه فودر دادش آیکونو میبندم. و از همه مهمتر این که حس میکنم امروز قراره امباپه بزنم، چون تو ایونت جدید الان امباپه کارت گرفته و از اون طرف من پوتمشو دارم میبندم، یعنی دارم میبندم که سخت بشه دیگه، تقریبا بستم و چند تا اسکواد آخرش مونده. بعد من اینجوری هم دیگه همیشه یه پوتمیو میام ببندم همون بازیکنه رو پک میکنم که الان حس میکنم امباپه رو قراره امشب بزنیم، ولی خدایش امباپهش بهتره دیگه، 93 اونی که دارم میبندم 92 اینا نده بهتره، ولی اگه بدم ناراحت نمیشم. به هر حال بریم سراغ پکا. پیشنهاد میکنم حتما حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، لایک و کامنت و سابسکرایب هم که میدونم یادتون نمیره پس نمیگم، و بریم شروع کنیم و ببینیم چه خبره. چون دنی همیشه یکی از خوبا رو اول میزنه، این پکمون که ازش 4 تا داریم و اولیشو میزنم، مثبت 83 10 تایی که ایونت نمیده. و آلمان استی البته چیز ها پوف پوپ دبل واکاوت هم از خوبه. کیت انگلیس چرا تنه بازی کنم آجی؟ کیت انگلیس بعید میدونم پکلاک خوبی واسمون بیاره، ولی فعلا ادامه میدیم باش. من بج تیم وولسبورگ رو به خاطر اینکه نوشته دبلیو انداختم اون پشت، سر پکمون بازیکن وولسبورگ میده. حالا من اگه بیام پاریسی بندازم و اینا عمرم بده ها، ولی چون وولسبورگی از بازیکناش میزنه. خیلی هم عالی. یه دونه گلند آپلیکیت داریم که مارکو حسنسیا، که حسنسیا رو میدیم پایین و اصلا حوصله ندارم واسه یه بازیکن برم چیز کنم، بی خیالش میشه. بریم واسه پکای بعدی. با اینکه ریتش اوکی بود ولی ولش کن. تریدر رو بزنیم. تریدر رو بزنیم که اکثرا شروورشون اسکوادای مختلف بستم اونا رو داده. بابا یوهو رنگش که عوض میشه آدم کورکوپرش میریزه. آلمانی یونیون برلین زدیم. من نمیدونم چرا باید یه جوری بسازن که واسه یه ذره این ور اون ور شدن رنگا کورکوپر ما بریزه. هیروام تو پکا هستن، اون هیروهای چیزه لیگ قهرمانان الان همه هستن و خیلی شلوغه. یعنی از این پک مثبت 85 الان نباید یه دونهشو بزنیم واسه شروع کار؟ نمیزنیم. بله کرواسی سیم مودریچ و مودریچ دبل واکاوت نیست. خیلی هم عالی. مودریچ 87 که داپلیکیده مودریچ من همیشه دارم و خیلی عجیبه. اینم از چی؟ اسکواد دوم آیکون اول. به همین سادگی بعد زدن دو سه تا دونه پک آیکون اولو بستم. آیکون پکمونم از ایناست، مثبت 87 بیسور سنتریانس. از این معمولی ها نیستش و خفنه، با این که قبلا ازش چیز خوب نگرفتم ولی میزنیم. الان من میخوام کیتمو عوض کنم که کیت انگلیسه و نمیدونم کی پوشیده بودم بشه خوشم نمیاد خب، ولی میخوام آیکون اولمون رو با کیت انگلیس بزنم. حتی به غلط آیکون با کیت انگلیس، یعنی بدترین آیکونا رو انگلیس داره، ولی از اونجایی که ما هر کیت و بج و فلانی میذاریم از اونجا نمیده، پس با کیت انگلیس که آیکون بد داره اینو میزنیم دیگه. آقا رولت مولتم نمی کنیم بابا، ولش کن. یه بیناموس یه چیز خوب بده. اسپانیا گولی ناتره کاسیاس ناتر کاسیاس نات بد. فودر خوبیه، فودر خوبیه، به درد اسکوادای دریت بالای امباپه میخوره، چون که اصلا من اشمایکل دارم و واقعا لحاظ گیم پلیگی اشمایکل اصلا خیلی بهتره، خیلی بهتره. و کیت انگلیس گفتم اصلا به درد نمیخوره، ولی خب انگلیسی نداد چون من امسال انگلیسی خیلی زدم. یه کیت صورتی خیلی گی دارم که اینو میپوشم. این کیت جدیدی هم که آوردیم خوب ندادش دیگه، کلا عوض میکنم و یه چی دیگه میارم. معیار سنجیدنش هم چیه؟ این پک مثبت 83 10 تایی دوم که ببینیم اولین ایونت امشبو میزنیم یا چی. میزنیم آلمان سیه موسیالا. یا اول بس حاجی موسیالا ای وا او رو گم شو
مگه من مسخره پدرتم ایه؟ یعنی چی؟ اینجوری اسکم میکنی ما رو؟ آلمان CAM بایر مونیخ دیگه گفتم 100% موسیالا رو زدم دیگه، بعد دبل داد و وای بجی این دبل واکاوت یعنی بدترین چیز واسه اسکم کردن خداییش. یعنی چی؟ آیکونه دومو شروع کردن به بستن با دابلیکیدایی که داد. البته دابلیکیدای غیر مگول خوب نبود ولی اسکواد ریت پایین آیکونو میشد باش بس. خب الان یه اسکواد ریت 87 مونده که دیگه با ادامه فودرایی که اینجا میده میبندمش. تعداد پک شروور ولی تریدامون زیاد شد، پس سرعتی اینا رو بزنیم که فعلا دوتا اول کار نداریم. این گارانتی 81 داره که خوب نمیده. اسکیپ میزنیم لوبوتکای فکر کنم. لوبوتکای 84 خداییش دبلیو. سری اینا رو بزنیم که به پک اصلی ها تازه برسیم. پرتغال هم احتمال زیاد اگه بخواد واک اوت بده برناردوه. رر الکتروم رو بزنیم که خوب نمیده اسکیپ. اصلا مهلت نمیدیم بهش. سری اسکیپ میکنیم چون اعصابشو نداریم. مگا پک تریدمون هم بزنیم که یه آدم فکر میکنه رنگش فرق داره ولی این واقعا فرق داره. این واقعا فرق داره و چیزه لوکمنه فکر کنم. خدایش دبلیو، خدایش دبلیو. عجیب تیم آف دی ویک زدن امسال سخت شده. اینم که کارت خوبیه دیگه. 4-4 هم هستش فکر کنم چون کارت گولد شد. دیده بودم 4-4 و ترید هم هست. قیمتش چقدره؟ خوبه. کلا امسال تیم آف دی ویک ها گرونه چون یکم کمیاب شده گرونه. خب از اونجایی که تریدا دیگه تموم شد خب و از این پک کلن دوتا دونه مونده، یکیشو میزنم چون میخوام تکلیفم مشخص شه که آقا این بج و کیت و اینا بمونه تا آخر ویدیو یا عوض بشه. پس این پک معیار ما دیگه آقا. ایونت میده یا نه؟ برو بریم که نمیده. باید عوض بشه، باید عوض بشه. انگلیس آربی بارسا برونزه و دبل واکاوت هم نیست. یعنی پک مثبت 83 10 تایی یه دونه واکاوت داد. پس کیتمون همین الان عوض میشه بدون معطلی. امیدوارم که دابلیکیداش کم باشه. یه دونه تیم آف دی ویک داریم. دو تا دونه 83 دابلیکید هم داریم که اینو میدونم آن تریده ولی فکر کنم گاوی تریده. گاوی تریده، پس اینم میدیم پایین. خیلی عالی. بریم ادامه پک‌ها که دقیقاً 10 تا پک مونده. یه 85 دو تایی داریم. ولی فعلا از این 81 دوتایی و اینا میزنیم که یکم خلوت چه اینجا. فرانسه داتی اصلا فرانسه الان خوب نمیتونه باشه دیگه واقعا چون خوبه خوبشون حاج آقا امباپه است که الان کارت 93 گرفته. واقعا اگه من امشب بتونم امباپه رو بزنم این امباپه که دارم میبندم و دیگه نمیبندم چون الان از 20 تا اسکواد بکنم 16 تا یا 15 تاشو بستم با اینکه ضرر کامله واسم ولی خب خداییش بده من تصمیم میگیرم براش که بازم این فرمه. خداییش امشب این فرم خیلی زدم ها. حالت عادی این فرم کم میزنم. یه دونه ترید زدم اون پکه یه دونه آن ترید داشته اینجا هم یه دونه آن ترید. خداییش دبلیو بکنم. پکش هم پک مثبت 85 تایی بود. خداییش به عنوان اون پک خیلی خوب داد. دو تا مثبت 82 داریم که هلند میده سیبی میده. فنداک نباش. چرا میگم نباشون؟ من از اول بازی فنداک نزده بودم، بعد الان فنداک زدم که انداختم تو تیمم آنترید بود و فکر کن از اول بازی نزده بودم تا اون فنداک رو زدم پک بعدیشم فنداک داد که اونو دیگه باش رفتم یکی از اسکواد امباپه رو بستم. خداییش من نمیدونم چه داستانیه. از اول بازی یه فنداک نداده بودش بعد الان دوتا میده. اینم اگه میخواست الان فنداک بده دیگه واقعا ناراحت میشدم. بریم دومیش هم بزنیم. این پک قبلی است. پک قبلی دوتا 83 داد. مقایسه کنیم دیگه که این 84 این 84. حالا با دومین بازیکنش کاری نداریم. همینجا میتونیم بگیم که از پک قبلی بهتر بود. بریم واسه پک مثبت 75 یه دونه ای که خوب نمیده. برزیل CAM الاتحاد فکرم کرونا دوه. آره ایگور کرونا دو 78. هی اون دنی که از پک مثبت 75 امباپه میکشید بیرون کجاست؟ واقعا اون دنی کو؟ الان پک مثبت 75 میزنیم 78 میده. هی واقعا هی آجی دوباره چیز داد. دوباره از وولسبورگ زدیم. نگم من به خاطر این بج وولسبورگ ان نصف وولسبورگ رو امشب زدم.
حالا این حاج خانومو ما میذاریم گوشه قلبمون، چیز گوشه کلابمون. خب ببین، من لوگوی بارسا آوردم اونجا به جای اون وولسبورگی که بودش، تازه تیم زنای وولسبورگی هم بودش، بارسا رو آوردم، تیم مرداشم است. ببینیم یه کانسلو امشب میکشیم بیرون یا چی. پک مثبت 85 دوتایی رو میزنم، برو بریم. ایونت انگلیس، گلکیپر دوباره، بابا نه، این همه بازیکن یه نفر رو باید دوباره بزنم، آخه یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ حداقل نکته مثبتی که این دفعه داره اینه که دیگه ترولمون نکرد، مستقیم زد انگلیس و گلکیپر. به خاطر یه دونه پوپ داپلیکیت کل این بازیکن‌ها رو دارم میدم بره واسه آیکون دوم. به عنوان آخرین بازیکنشم استی برزیلی آوردم، سلکتش میکنم، اسکوادو میدم بره. این متد آرناین زدنه. البته متد اصلیمون موقع پک باز کردن یه چیز دیگه است، ولی خب فعلا اینو میزنیم و بریم ادامه پکامونو بزنیم. در آخر آیکونو میزنیم، یه دونش که مثبت 81 که دوتایی شروور هیچ، یکی مثبت 83 دوتاییه، باز تقریبا میشه گفت اوکیه، و آخری مثبت 83 دهتاییه. اینو بزنیم، مثبت 83 ستایی که دوباره اسپانیا، سی ام لاتیوم که میشه چیز لاتسیو خودمون، خیلی عمالی. این هم باش کاری نداریم و کویکسلش میکنیم و میریم واسه پک آخر قبل آیکونمون، پک مثبت 83 دهتایی که تا الان ازش یه بار ایونت دادم، بقیهش ایونت نداده، ولی اینم قراره بده چون یکی در میون بوده دیگه، اولی نداد، دومی داد، سومی نداد، چهارمی میده. خاک بر سرت کنم، عیبی نداره، البته واقعا عیبی نداره، هنوز دارم از ورسور میزنم و دبل مبل هم نیست، هشما اصلا واکاوت هم نیست، 85. چرا؟ پک مثبت 83 دهتایی واکاوت نده؟ خیلی بده ها، خیلی بده، ولی دوباره توش یه دونه تیم آف دی ویک، یعنی کلن امشب یه دونه تیم آف دی ویک تو همه پکان بود. خب الان من میترسم آیکون رو بزنم، آیکون این فرم بزنیم. قبل زدن آیکون میریم سراغ اسکواد. خب من به این نتیجه رسیدم که آقا کار غلطی میکردیم ما میومدیم استیو خالی میکردیم، یا میومدیم سی امو خالی میکردیم. مثلا من میگفتم آقا گولیت میخوام سی امو خالی بکنم، خب چرا؟ گولیت اصلا کارتش سی ام نیست، سی افه، یعنی پوست رو کارتش اون چیزی که موقعی که پک میکنی نوشته سی افه، بعدن میتونی حالا سی ام بازیش بدی. پس اینی که واسه گولیت سی امو خالی میکردیم واقعا کار غلطی بودش، و آیکونای خوب تو سی اف ما خیلی زیاد داریم، یعنی کرویف رو داریم، اوزبیو رو داریم و گولیت، این سه نفر ستاشون هم سی افن. خب به خاطر همین ما فورمیشنمون رو عوض میکنیم و فورمیشنی میاریم که سی اف داشته باشه. خب این فورمیشن الان سی اف داره، جای بازیکن رو عوض میکنیم که حالا هیچ کدوم از هافبکامون هم سی دی ام نمیتونن بازی کنن، ای بینده. اینو میاریم اینجا، ارلینگ هالند عزیزمون رو میدیم کلاب، و پست سی اف به این شکلی که دارید میبینید الان خالی شدش. فقط یه مشکلی که اینجاست، بازیکن سی دی اممون بغلش یه دونه علامت تعجب خورده که این پکلاکو میاره پایین. به خاطر همین ما یه بازیکنی رو میاریم که بتونه سی دی ام بازی بکنه که اون علامت تعجب برداشتش و تمرکز نره رو اون دیگه. اینجا سی اف خالی باشه و بریم سراغ پک. ببین سی اف رو انتخاب میکنیم، استور رو میزنیم. سی اف باید انتخاب شده باشه. این متد اگه بهمون سی اف نده من دیگه واقعا متد پتودو میبوسم میذارم کنار. خدا وکیلی. یه عکس بیاریم سریع رولت چیز بریم، رولت استاتس. عکس چی بیاریم؟ همه آیکون الا رو داریم، ولی بذار سوکراتس رو بیاریم. سوکراتس رو میاریم و زدم. زدم. یه بیناموس. یه چیز خوب بده. بودو. اسکیپ میکنم ولی دلیل نمیشه بد بدی. استاتش اول میبینیم که دقیقاً هم روی استاتش نیستیم، الان هستیم. خب ببینیم چیه دیگه آقا، هر چیه روبری باشه. فیزیکال 88 میتونه گولیت باشه یا نه نمیدونم، ولی ببینیم واقعا سی اف میده. نه دیگه، دف 90 گولیت نیست، دف 90 گولیت نیست، ولی کماکان میتونه خوب باشه. وای دریبلینگ 71 با اجلیتی 69 یعنی چی الان؟ خدایا پاس 70 بسی دفاع وسط دیگه، پیس 75 آخه بی شرف، ولم کن بابا. کیه؟ از ایونت هم میزنیم این شکلی میزنیم. من گفتم اون سی دی ام رفته بود رو مخم، با این که عوض کردم و از علامت تجربه اینه در آوردم، ولی بازم سی دی ام زدیم. سی اف خالی کنیم، سی دی ام بزنیم، بده اونم گتوزو.
پک اوپنینگ امشب تموم میشه، دو تا ایونت زدیم، دو تا آیکون که آیکونا یکی از یکی بدتر، ایونتامون هم دوپلیکیت. خب پس پک اوپنینگ خوبی نبود و پکای اف سی پوینت هم امشب نداریم. بعد حالا تو ویدیوهای بعدی احتمالاً بعد جوایز ویکند دوباره پکای اف سی پوینت میزنیم، پس حتما کانال سابسکرایب بکنید که اون ویدیو اومد از دست ندین. و دیگه بیشتر از این هم جه حرفت دیگه نمیمونه. اسماندنی پینکمن اوتا، ویدیو بعد فعلا.